منابع محلی در هرات گزارش می‌دهند که در پی حمله تهاجمی پنجشنبه شب گروه طالبان در ولسوالی‌های غوریان و کوهستان این ولایت، دو پاسگاه نیروهای مرزی در نزدیک مرز با ایران به دست طالبان سقوط کردند. و تعداد 10 تن از نیروهای امنیتی ما شهید و زخمی شدند و یک تعدادشان هم اسیر شدند. در یک رویداد دیگر در حمله طالبان بر یک مراسم عروسی در ولسوالی بغلان مرکزی، یک سرباز ارتش و یک کودک جان باختند. حمله توسط نیروهای امنیتی دفع میشه، در نتیجه 5 نفر از مخالفین دولت کشته میشن. در همین حال در نتیجه رویدادهای ضد امنیت و حمله های طالبان در یک شبانه روز اخیر در ولایت های ننگرهار، سرپل، فاریاب، کندهار و بلخ 8 تن از نیروهای دولتی و 2 غیر نظامی جان باختند و 6 نظامی و 6 غیر نظامی زخم برداشتند. د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو د دوی دغه تحرکات او بریدونه دفع او خونسا کړي دي او زموږ د عملیات په پایله کې دغې ډلې ته زیات تلفات اوښتي دي. عالمان دین میگویند که ادامه خشونت ها از سوی طرف های درگیر پذیرفتنی نیست و تمامی طرف ها باید با احترام به ماه رمضان پیشرو از خشونت ها دست بردارند. که چیرته پر رمضان مبارک دیدی فرصت نه استفاده وکړه، اوربند یې وکړه او وینو توی اولی بند کړه، بیا واقعی دا ده چې دوی د مسلمانانو سره او د افغانانو سره مینه محبت لري او ترحم وربند لري. که دا کار یې ونه کړو نو بیا معلومیږي چې د دې ولس سره دښمني ده او د دې ولس سره ظلم ده. همزمان با این، باشندگان بغلان در نشستی از طرف های درگیر می خواهند که آتش بس کنند. وقتی که ما صاحب یک صلح با عزت شویم، ما صاحب انکشاف و صاحب پیشرفت در کشور می شویم. حالا که چشم و امید شهروندان کشور به نشست استانبول درباره صلح دوخته شده است، اما انتظار دارند که این نشست به جنگ در افغانستان نقطه پایان بگذارد و دامنه خشونت ها از کشور برچیده شوند.